روبرو شدن با شوهری که یک زن غریبه رو به خونه آورده و خانومی که از ترس شوهرش در مسافرخونه ها زندگی میکنه. قتل پیرزن 80 ساله توسط پرستارش، دوربین های مدار بسته همه چیز رو ضبط کردن. سلام، وقتی دید که شوهرش با یک زن دیگه در خونه هست، در ادامه داستان بهتون میگم که چه اتفاقاتی افتاد. از ترس همسرم هر روز به یکی از مسافرخانه ها پناه میبرم و دیگه ادامه این زندگی برام مقدور نیست. 16 سالم بود که ازدواج کردم، با این شرط که به تحصیلاتم ادامه بدم، ولی شوهرم مرد بیکاری بود که هیچ وقت به خاطر زن و فرزندش تلاش نمی کرد. من هم که در یک شرایط سنی خاص قرار داشتم، به درستی نمی تونستم برای زندگیم تصمیم بگیرم و به همین دلیل وارد لج و لجبازی احمقانه‌ای با شوهرم شدم. در حالی که در رشته مهندسی کشاورزی تحصیل می کردم، همسرم گاهی به دلیل وضعیت حجابم منو سرزنش می کرد که باید چادر سرم کنم و گاهی به آرایش کردنم هم ایراد می گرفت. منم که اون زمان نمی تونستم حقیقت حرفهای همسرم رو بپذیرم، بیکاریشو بهونه می کردم تا در برابر این سرزنشهاش تحقیرش کنم. خلاصه طی 10 سال زندگی مشترک همیشه من برای خانواده‌ام تلاش می‌کردم تا دست نیاز جلوی دیگران دراز نکنیم، ولی عاقبت 5 سال قبل همین لجبازی‌ها موجب جدایی من و همسرم شد و من به ناچار از شهر و دیار خودمون راهی مشهد شدم و با توجه به رشته تحصیلیم کاری در یک گلخانه پیدا کردم. هنوز مدت کوتاهی از اشتغالم در اون گلخانه نمیگذشت که با ابراز علاقه پسری که براش کار میکردم روبرو شدم. من که از ازدواج قبلیم سرخورده بودم و میخواستم به همسر قبلیم بفهمونم که با جوانی بهتر از او ازدواج کردم، بدون هیچ شناخت و تحقیقی و با دستپاچگی به خواستگاریش پاسخ مثبت دادم و پای سفره عقد نشستم. اما وقتی فهمیدم که شوهر دومم به مواد مخدر صنعتی اعتیاد داره که دیگه دیر شده بود و من چاره‌ای جز تحمل نداشتم. با وجود همه این مشکلات، اعتیاد تنها مشکل همسرم نبود، چرا که او در زمان خماری از خود بی خود می شد و منو به باد کتک می گرفت، تا جایی که یک بار به دلیل ضربه‌ای که به کلیم زد دچار خونریزی شدم و شوهرم به جای اینکه منو به بیمارستان ببره چند تا قرص بهم داد و گفت این قرص ها برای تسکین دردم مؤثره. اما بعد چند روز فهمیدم قرص هایی که همسرم به من داده از نوع متادون بوده و قصد داشت که منو معتاد بکنه تا دیگه نتونم به اعتیادش اعتراض کنم. خلاصه روزگارم هر روز تلختر می شد، طوری که وقتی از سر کار به منزل باز می گشتم می دیدم که همسرم به همراه دوستای معتادش بساط مواد مخدر رو در منزلم پهن کرده و به تماشای فیلمای تلویزیونی نشستن. اگه کوچکترین اعتراضی به این وضعیت می کردم، همسرم نه تنها منو به باد کتک می گرفت، بلکه لوازم منزلمون رو هم می شکست. ولی چند روز قبل که برای خرید از منزل خارج شدم، وقتی خرید کردم و به منزل برگشتم، دوباره با صحنه پاتوق دوستاش روبرو شدم. زن غریبه‌ای هم در کنار اونها نشسته بود. وقتی به همسرم اعتراض کردم، با بی‌شرمی گفت این زن با همسرش قهر کرده و به منزل ما پناه آورده. به همین دلیل با هم درگیر شدیم و همسرم با شکستن دندانم منو تهدید به قتل کرد. از اون روز به بعد از ترس خشم شوهرم آواره مسافرخونه ها شدم. او مرد خشنی هست و به خاطر اعتیادش دست به هر کار خطرناکی میزنه. چند روز بعد از فرار کودک 2 سالم رو تحویل مادر شوهرم دادم، ولی خودم همچنان آواره هستم. اما ماجرای مرگ پیرزن 80 ساله توسط پرستارش. چند روز بعد از مرگ زن 80 ساله، فیلم‌های دوربین مدار بسته نشون می‌داد خانمی که برای مراقبت از این پیرزن استخدام شده بود، او را شکنجه می‌کرده. چندی قبل، فرزندان زن سالمندی که به تازگی فوت شده بود، راهی دادسرای جنایی تهران شدند و از پرستار مادرشان شکایت کردند.
یکی از آنها گفت مادرم 80 ساله بود و بیماری آلزایمر داشت. او چند سالی می شد که به دلیل سن بالا روی ویلچر می نشست و من یا خواهر دیگرم از او مراقبت می کردیم. اما خواهرم مدتی قبل ازدواج کرد و من به دلیل مشغله های کاری کمتر در خانه حضور داشتم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که زنی رو برای مراقبت از مادرمون استخدام کنیم. برای پیدا کردن فردی مناسب با چند شرکت خدماتی معتبر تماس گرفتیم تا اینکه موفق شدیم زنی 50 ساله رو به صورت شبانه روزی استخدام کنیم. این زن کارش رو شروع کرد و من و خواهرم در خونه دوربین مداربسته آنلاین نصب کرده بودیم تا همیشه از دور مراقب مادرمون باشیم. اما هر از گاهی ارتباط تصویری با خونه قطع می شد و وقتی از پرستار مادرم پرسجو می کردم می گفت که برق قطع شده یا مشکل فنی پیش اومده. ما هم حرفاشو باور می کردیم تا اینکه مدتی بعد متوجه آثار کبودی و زخم روی بدن مادرم شدم. پرستار مادرم مدعی بود که مادرم از روی تخت یا ویلچر افتاده. از طرفی مادرم بیماری آلزایمر داشت و مشکل تکلم هم داشت. به خاطر همین نمیتونست به ما بگه که پرستارش چه بلایی داره سرش میاره. حدود یک ماه قبل حال مادرمون بد شد و در حالی که آثار کبودی و زخم روی بدنش وجود داشت او رو به بیمارستان رسوندیم. اما چند روز بعد از اینکه بستریش کردیم فوت شد. بعد از پایان مراسم عزاداری یکی از بستگانمون که مهندس هم هست به خونه مادرم اومد و پس از بررسی دوربین‌های مداربسته تصاویری به دست آورد که با دیدن آنها شوکه شدیم. دوربین‌ها صحنه‌های وحشتناک و دلخراشی را ثبت کرده بودند که نشون می‌داد اون پرستار مادرمون رو شکنجه می‌داد و برای اینکه ما متوجه نشیم ارتباط تصویری ما با خونه رو قطع کرده بود. غافل از اینکه دوربین تمام لحظه ها رو ضبط و ذخیره کرده بود. پرستار مادرم مثل یک بیمار روانی موهای مادرم رو میکشید و سرش رو به دیوار میکوبید و دستان مادرم رو به دسته ویلچر میکوبید و اونجا بود که متوجه شدیم آثار زخم و کبودی ای که روی بدن مادر ما بود به خاطر شکنجه بوده. با ثبت این شکایت بازپرس جنایی دستور بازداشت اون خانم پرستار رو داد. همچنین پزشکی قانونی هم در حال بررسی تخصصی علت مرگ این پیرزن 80 ساله هست. ممنون میشم نظرات خودتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. از لایکتون خیلی تشکر میکنم و اگه هنوز عضو کانال نیستید از پایین ویدیو لطفاً روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید. ممنونم از توجهتون. مواظب خودتون باشید. تا فردا شب خدا نگهدارتون.